سلام با چند خبر تازه و مهم خوش آمدید. دادگاه عالی طالبان دو نفر را در کابل به اتهام روابط نامشروع شلاق زده است. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که دو شهروند را روز گذشته به اتهام روابط نامشروع 35 شلاق زده است. این دادگاه گفته است که این دو نفر از سوی محکمه ابتدایی زون 4 جزا به 6 ماه حبس و هر کدام به 35 شلاق محکوم شده بودند. این دادگاه روز گذشته در خبرنامه مدعی شده است که محکمه ابتدایی این گروه پرونده این دو متهم را با دقت بررسی کرده است. دادگاه عالی طالبان درباره هویت این متهمان جزئیات ارائه نکرده است. در جریان بیش از 2 گذشته طالبان در ولایت‌های مختلف کشور شهروندان را به اتهامات گوناگون در ملای عام شلاق زده و مجازات کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها گفتند که متهمان در نظام قضایی طالبان به وکیل دسترسی ندارند و از هر گونه حقوق محروم هستند. در یک خبر دیگر، شماری از باشندگان کابل میگویند که زنان از ترس بازداشت خودسرانه توسط طالبان نمیتوانند از خانه بیرون شوند. باشندگان شهر کابل میگویند که بازداشت های خودسرانه زنان به دست طالبان رعب و وحشت را در این شهر دامن زده است. آرزو باشنده تایمنی کابل میگوید که اگرچه همیشه حجاب را رعایت کردم، اما اگر از خانه بیرون شوم میترسم طالبان مرا خودسرانه بازداشت کند. آرزو میگوید که اطلاعات متناقض درباره پوشش مورد نظر طالبان در جامعه منتشر شده است. به گونه‌ای که برخی میگویند معتصبان طالبان حتی در مورد کفش‌های متفاوت زنان نظریات متفاوت دارند و برخی از آنان بر رنگ کفش گیر می‌دهند. همچنان رونا باشنده مکروریان شهر کابل میگوید از زمانی که طالبان دختران منطقه ما را بازداشت کردند و با خود بردند، مردان خانواده به ما گفتند دیگر از خانه بیرون نرویم. این باشنده کابل گفته است که اکنون از ترس بازداشت توسط طالبان حتی نمیتواند به خانه بستگان خود برود.